جشن‌های میلاد مسیح در مناطق آزاد شده جنوب سوریه. رد قاطعانه کنفرانس سوچی توسط ارتش آزادی سوریه. پیشروی‌های ارتش ملی یمن در شرق صنعا. الأجراس تقرع والأشجار زينت والشوارع باتت مضاءة بالمصابيح. با فرارسیدن سال نو میلادی، جشن‌های عید میلاد مسیح علیه السلام در مناطق آزاد شده سوریه نیز برگزار شد. شهر آزاد شده خربه در استان سویدا شاهد برگزاری این مراسم بود. برنامه امروز طوفان تغییرات با گزارشی در این رابطه شروع می‌کنیم. الأجراس وأعياد الميلاد ليست حكراً على جغرافية معينة، فأهل بلدة خربة بريف السويداء الغربي. به صدا درآوردن ناقوس برای جشن‌های میلاد مسیح علیه السلام تنها به یک منطقه جغرافیایی محدود نمی‌شود. اهالی شهر خربه در حومه غربی استان سویدا در جنوب سوریه همانند سایر شهرهای سوریه آیین‌های خود را در گرامی داشت جشن میلاد مسیح علیه السلام برگزار می‌کند. این شهر دارای سه کلیسا متعلق به طوایف مختلف مسیحیان است: پروتستان، کاتولیک، ارتدوکس. آنها فرقه گرایی را که رژیم اسد برای منزوی کردن سایر دیانت ها و طوایف در کشور به کار گرفته را زیر پا می گذارند. ما مسیحیان شهر خربه از دیرباز به کلیسا می رفتیم. اعضای فامیل به همسر می زنیم و شادی می کنیم. جوونا و کودکان و سالخوردگان همه عید را جشن می گیرند. امروز به دلیل وضعیت سوریه در داخل خونه ها جشن می گیریم. ناقوس ها به صدا در می آیند و درخت ها تزئین می شوند و خیابان ها چراغانی می شوند. مسلمانان از کلیسا حفاظت می کنند و مسیحیان نیز در منازلشان در چارچوب آیین های خود از مسلمانان پذیرایی می کنند. یکان های جوانان سنی وابسته به ارتش آزادی سوریه که روسها آنها را تروریست می نامند برای برقراری امنیت و جلوگیری از هر گونه عناصر خرابکار برای برهم زدن اتحاد میان اهالی طی روزهای عید میلاد دایره امنیتی و پست های بازرسی ایجاد کردند. نقوم بحمایت هذه البلده، نقوم بحمایت المواطنین. ما از این شهر حفاظت میکنیم، از اهالی و کلیساها حفاظت میکنیم و همچنین به اهالی کمک میکنیم که بتوانند آیین های مذهبی و جشن های عید میلاد مسیح را برگزار کنند. ما در شهر خربه آنطور که رژیم اسد تبلیغ میکند فرقه گرا نیستیم. ما با هم برادر هستیم و در برادری با هم زندگی می کنیم. ساکنان این شهر در اینجا تبلیغات بشار اسد در مورد فرقه گرایی را کاملا دروغ می دانند. هیئت‌های مسلمان بر سر سفره‌های مسیحیان نشستند. در نتیجه برخلاف برچسب‌های روسیه و رژیم ایران ثابت می شود که مردم سوریه با تمام اجزا و اقشار خود متحد هستند. مردم سوریه امروز در جریان انقلابی خونین که سالها ادامه داشته، در مذاکراتی که پیش رو دارد بر سر این دو راهی قرار گرفته: یا بشار اسد را بپذیرند یا ناقوس پیروزی بر رژیم او را با دست مسلمانانی به صدا درآورد که امروز عید میلاد مسیح را جشن می گیرند. على طاولة المفاوضات بين القبول بالأسد أو نصر يقرع فيه مسلما أجراس عيد الميلاد. Oh,
أصدرت فصائل الثورة السورية والجيش الحر بياناً أكدوا فيه رفضهم المطلق. یکانهای رزمنده انقلاب و ارتش آزادی سوریه با صدور بیانیه‌ای تلاش‌های روسیه برای برگزاری گفتگوهای سیاسی در سوچی را قاطعانه رد کردند. این بیانیه بر ضرورت التزام به راه حل سیاسی بر اساس بیانیه ژنو و قطعنامه‌های سازمان ملل به خصوص قطعنامه شماره 2254 تأکید می‌کند. عراقيل تقف في وجه سوتشي لحل الأزمة السورية. بار دیگر اجلاس سوتشی برای گفتگوهای سیاسی بر سر بحران سوریه با چالش مواجه شد. تلاش‌های روسیه برای گردآوردن تمامی طرف‌های سوری و شرکت آنها در سوتشی با مخالفت اپوزیسیون روبرو شد. یگانهای رزمنده و ارتش آزادی سوریه در بیانیه شرکت در اجلاس سوتشی را به طور مطلق نپذیرفتند و تلاش روسیه برای دستیابی به راه حل سیاسی از طریق این اجلاس که قرار است در اواخر ژانویه آینده برگزار شود را رد کردند. یگانهای رزمنده بر التزام خود به خط سیر سیاسی بر اساس توافقنامه‌های ژنو و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تأکید کردند. آنها به جامعه جهانی فراخوان دادند که برای حفاظت از مردم سوریه دخالت فوری کنند. پیش از برگزاری اجلاس ژنو دو نظرگاه در میان اپوزیسیون وجود دارد. بخشی از اپوزیسیون شرکت در سوتشی را کاملا رد می کند و به روسیه به عنوان طرفی برای حل بحران اعتماد ندارد و آن را بخشی از مشکل می داند. اما بخش دوم این شرط را برای شرکت در اجلاس سوتشی می گذارد که گفتگوها در سوتشی زیر چتر سازمان ملل برگزار شود. مسکو نیز به نوبه خود تلاش می‌کند با حضور استفان دمیستورا فرستاده سازمان ملل متحد در سوریه یک کمیته قانون اساسی تشکیل دهد تا این کمیته اولین جلسات خود را در ژنو برگزار کند. این در حالی است که دمیستورا می‌گوید طرح روسیه برای برگزاری اجلاس سوتشی باید در کادر همکاری و حمایت از مذاکرات ژنو باشد که سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ در سوریه آن را به پیش می‌برد. حادثات ژنو التي تقودها الامم المتحده لانهاء الحرب في سوريا. اذا شرعيه في تقدم مستمر في نهم ومن تلك المناطق ايضا نهم. ارتش ملی یمن به پیشروی در جبهه نهم ادامه می‌دهد. این منطقه نیز از مناطق مهم درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی است که با پایتخت کمتر از 30 کیلومتر فاصله دارد. گزارشی از آخرین پیشروی‌های ارتش ملی یمن. به هذا الخبر العاجل من قبل ساعه تم تدمير رتل متقدم من رداع في البيضاء. من از این خبر فوری شروع می کنم که یک ستون نظامی حوثی ها از شهر رداع در استان بیضا که در حال اعزام نیرو برای تقویت شبه نظامیان فروپاشیده در جبهه های جریبات و ملاهم بود منهدم شد. آنچه که در استان بیضا روی می دهد نتیجه یک عملیات نظامی کیفی نیروهای مقاومت از داخل مناطق آزاد شده و ارتش ملی از خارج این استان حاصل می شود. اکنون به جز شهر ردا به عنوان مرکز قدرت جای دیگری برای شبه نظامیان باقی نمانده است. امروز یک ستون شبه نظامیان شامل خودرو و نیرو در حین جابجایی با یک حمله هوایی غافلگیرانه توسط هواپیمای ائتلاف عربی منهدم شد. وضعیت در استان بیضا به لحاظ نظامی با بقیه شهرها و مناطقی که در کنترل حوثی هاست فرق می کند، زیرا مقاومت فعالی در شهرهای صومعه و همگان و بخش‌های مختلفی در استان بیضا وجود دارد. احتمال دارد در روزهای آینده شاهد تحولات قابل ملاحظه‌ای باشیم. هدف ارتش ملی شهر ردا است، زیرا شبه نظامیان نمی‌توانند به مناطق دیگر وارد شوند. در این استان تنها برخی جاده‌ها و شهر ردا به عنوان ملای اجتماعی و مرکز شبه نظامیان همچنان در کنترل آنها باقی مانده است. هناك اكثر من منطقه تتحرك فيها قوات الشرعيه في اليمن، هل هناك خطه استراتيجيه العربيه؟ ارتش ملی در جبهه های مختلف در حال پیشروی است. آیا طرح استراتژیکی وجود دارد که همه جبهه ها با هم جمع شوند و با تشکیل یک جبهه نبرد واحد به سمت صنعا پایتخت یمن حرکت کنند؟ طبعا اگر تمامی جبهه ها بخواهند در یک جبهه سر جمع شوند، وضعیت جغرافیایی مانع از این کار می شود. اما اینکه جبهه ها همزمان با هم شعله ور شوند
به نظر می رسد این استراتژی نظامی جدیدی است که ائتلاف و ارتش ملی آن را دنبال می کنند. ما شاهد جبهه های شعله‌وری در سعده، تعز و بیضا و همچنین در اطراف شهر صنعا هستیم. علاوه بر تمامی پیشروی ها، ما نباید از عملیات هایی که در استان های مجبیت و ریمه می شود هم غافل شویم، چرا که اهالی این استان ها در برابر شبه نظامیان حوثی مقاومت مسلحانه می کنند. موضوع مهم دیگری هم هست. در شهر تعز به عنوان ملای اجتماعی و نیروی دولت قانونی، عملیات علیه شبه نظامیان حوثی اوج دیگری گرفته است. هواپیماهای ائتلاف عربی تجهیزات حوثی ها را بمباران کردند. پیشروی های ارتش و مقاومت در این استان به سمت مرزهای آن با استانهای همجوار ادامه دارد. ملای نیروی دولت قانونی در استان تعز فعالیت های بی سابقه ای را در مناطق باقی مانده در دست شبه نظامیان حوثی شروع کرده است. الاكبر للشرعيه اليوم هي محافظه تعز تشهد نشاطا غير ملحوظ على المناطق المتبقيه في قبضه الميليشيات.